درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. در این ویدیو میپردازیم به اینکه خورشید چگونه کار میکند. آخرین باری که به بالا نگاه کردید و متوجه نور درخشان و بسیار گرم کره عظیم و جسه خورشید شدید چه زمانی بود؟ خورشید نزدیکترین ستاره به کره زمین است و اگر نبود ما هم نبودیم. این ستاره درخشنده تأمین نور و گرمای کره زمین را در طول روز به عهده دارد و بیشتر قسمت‌های کره زمین در طول روز ساعات بسیاری را از وجود آن بهره مند می‌شوند. البته اگر لایه اوزون در کار نبود، خورشید اصلاً و ابداً کارایی امروزش را نداشت. ستاره عظیم که میتواند 1.3 میلیون کره زمین را در خود جای دهد. آنقدر خطرناک است که حتی خیره شدن به آن به مدت چند ثانیه میتواند به نابینایی منجر شود. با توجه به استانداردهای گیتی، خورشید یک ستاره معمولی و شاید حتی کوچک به حساب بیاید، اما نزدیک بودن آن به کره زمین بر اهمیتش افزوده است. نه انسان و نه هیچ موجود زنده دیگری احتمالاً توان زیست در کره‌ای با میزان نور، گرما و انرژی ناکافی را نخواهد داشت. با در نظر گرفتن تمامی گفته‌ها، سوالاتی مطرح می‌شود. اگر خورشید در خلأ کامل قرار دارد، چگونه می‌سوزد؟ چه چیزی باعث می‌شود که این حجم از گاز وارد فضا نشوند؟ چرا این ستاره شعله‌های خورشیدی به فضا می‌فرستد؟ آیا خورشید روزی از درخشش باز خواهد ایستاد؟ اگر بله، چه زمانی؟ و چه بر سر زمین و ساکنان آن خواهد آمد؟ خورشید بیش از 4.5 میلیارد سال درخشیده و هنوز میزان قابل توجهی گاز هیدروژن و هلیوم روی سطح آن قرار دارد که همین حالا در حال سوختن است. به خاطر بزرگی بیش از حدی که دارد، گرانش فوق‌العاده قدرتمندی هم دارد و همین نیرو سبب کنار هم قرار گرفتن گازها می شود. ما از عبارت سوختن استفاده کردیم، اما حقیقتاً خورشید نمی سوزد، بلکه یک راکتور هسته‌ای بزرگ است که هر ثانیه در آن واکنش‌های شیمیایی در حال انجام شدن است. خورشید یک ستاره است، همان ستاره‌هایی که در آسمان شب می درخشند. تنها تفاوتی که ستاره ما با دیگر اختران دارد، فاصله اش می باشد که سبب می شود خورشید را این گونه درخشنده ببینیم. ما 8 دقیقه نوری با خورشید فاصله داریم، در حالی که دیگر ستارگان شاید هزاران سال نوری از ما دور باشند. به طور رسمی، خورشید بر اساس طول موج یا طیف نوری که ساطع می کند، در دسته ستارگان G2 دسته‌بندی می شود. تعداد بسیار زیادی ستاره G2 در فضا قرار دارد و خورشید ما یکی از میلیاردها ستاره است که به دور کهکشان میچرخد. همه این ستاره ها ساختاری بسیار مشابه به یکدیگر دارند. خورشید کاملا از گاز تشکیل شده و سطحی سخت و جامد ندارد. با این حال، به دلایل مختلفی از جمله گرانش بالا، گازها فرم خاصی دارند و همانند یک کره گرد هم جمع شدند. خورشید از 3 سطح اصلی تشکیل گشته. هسته. مرکز خورشید را هسته آن میگویند که 25% شعاع آن را شامل می شود. ناحیه تابشی. این قسمت به طور کل هسته را فرا گرفته و 45% شعاع خورشید را شامل می شود. ناحیه همرفتی. ناحیه خارجی خورشید است که 30% شعاع خورشید را شامل می شود. بالاتر از سطح خورشید، اتمسفر آن قرار دارد که این ناحیه هم از 3 بخش تشکیل شده است. فوتوسفر، درونی ترین بخش اتمسفر خورشید و تنها قسمتی که ما می توانیم ببینیم. کروموسفر، ناحیه بین فوتوسفر و کرونا که حتی از فوتوسفر هم گرمتر است. کرونا، ناحیه فوق‌العاده پرحرارت بیرونی که میلیون‌ها مایل بعد از کروموسفر را فرا گرفته است. تمام ویژگی‌های منحصر به فرد خورشید توسط واکنش‌های هسته‌ای که انرژی تولید می‌کند، میدان مغناطیسی که حرکت گازها را کنترل می‌کند و جاذبه که اتحاد گازها را تشکیل می‌دهد، توجیه می‌شود.
بنابراین همه چیز از هسته آغاز می شود. هسته خورشید. هسته از مرکز آغاز شده و به اندازه 25% از کل شعاع خورشید را در اختیار دارد و دمای آن از 15 میلیون درجه کلوین سانتیگراد هم فراتر می رود. در هسته گرانش تمام اجزای سازنده خورشید را به درون می کشد و فشاری شدید ایجاد می کند. این فشار به اندازه ای است که سبب می شود اتم های هیدروژن بخواهند طی همجوشی واکنش هسته ای انجام دهند. دو اتم هیدروژن با طی این مراحل یک هلیوم 4 می سازند. یک، ضمن اتصال دو پروتون، یک دوتریوم، اتم هیدروژن با یک نوترون و پروتون. یک پوزیترون مشابه الکترون اما با بار مثبت و یک نوترینو ساخته می شود. دو، یک پروتون و یک دوتریوم با هم ترکیب می شوند تا اتم هلیوم 3، دو پروتون و یک نوترون ساخته شود و در این حین اشعه گاما هم آزاد می گردد. سه، دو اتم هلیوم 3 با هم ترکیب می شوند و اتم هلیوم 4، دو پروتون و دو نوترون با دو پروتون را حاصل می شوند. و اما سطح و اتمسفر خورشید. درست همانند زمین، خورشید هم اتمسفر مخصوص به خود را دارد که از فوتوسفر، کروموسفر و کرونا تشکیل شدند. فوتوسفر پایین ترین ناحیه از جو است و هرگاه به آسمان می نگریم تا خورشید را پیدا کنیم دقیقاً به فوتوسفر خیره شده و به همین علت برخی می گویند فوتوسفر سطح خورشید است. کروموسفر در حدود 2000 کیلومتر ضخامت دارد اما به دو ناحیه بالایی و پایینی تقسیم می شود که دمای متغیر میان 4500 تا 10000 درجه کلوین دارند. کرونا آخرین لایه جو خورشید و گرمترین آنهاست اما با این حال میلیون ها کیلومتر فراتر می رود. در زمان کسوف خورشید تصاویر اشعه اکس که از خورشید گرفته می شود این لایه را به خوبی نشان می دهد. به طور میانگین درجه حرارت آن در حدود 2 میلیون درجه کلوین است. خورشید در حدود 4.5 میلیارد سال سن دارد. اندازه آن تعادلی است میان فشار بیرونی و گرانش درونی. در طی 4.5 میلیارد سال اندازه خورشید 6% بزرگتر شده و تقریباً به اندازه 5 الی 5.5 میلیارد سال دیگر انرژی درون خود دارد که همچنان بسوزد. در این بازه زمانی خورشید باز هم بزرگتر خواهد شد. بنابراین انسان‌ها از بابت خورشید نگرانی خاصی ندارند. هنوز تا زمانی که نور خورشید کمسو شود و ما را در خود ببلعد، زمان زیادی فرصت باقی مانده است. با سپاس از همراهی شما، امیدواریم که از این ویدیو استفاده لازم را برده باشید. شما می توانید در قسمت کامنت ها بنویسید که علاقه مندید چه نوع مطالبی را با شما به اشتراک بگذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.